اول پاییز باید برای زنبورا چیکار کنیم؟ خیلی مخلصیم، احوالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ خوش میگذره؟ چی کارا میکنید؟ ما پارسال و پیرارسال، یعنی دو سه ساله که بچه‌هایی که همراه ما هستن میدونن دیگه، بالاخره اول پاییز ما وقتی شروع به کار میکنیم چه کارهایی برای زنبور انجام میدیم. و اینجوری نیستش که ما قبلا کارهایی که قبلا انجام میدادیم و ویدیو نگیریم، ولی چون به خاطری که میخوایم یادآوری بشه براتون ویدیو میگیریم که شما هم بدونین و یادآوری کنین بدون، چون فراموش میشه، یک سال میچرخه و آدمو فراموش میکنن، بالاخره ما هم خودمون یه سری نکات رو فراموش میکنیم. الان که میبینید در حال گذاشتن کیک برای زنبورا هستیم. خب اولین نکته ای که اول پاییز شما باید رعایت کنید و الان تو این کندو بنازه، این سه تا کندو رو نگاه کنید ببینید چه نکته مهمیه، تو کامنت ها برامون بنویسید چه نکته مهمی اولین مرحله رو انجام دادیم. شما ویدئوهای قبلی رو احتمالاً دیدین، اون بچه‌ای که تازه به جمع ما اضافه شدن، ما جدیداً هم 7000 تایی شدیم و بچه‌ای که تازه به جمع ما اضافه شدن باید یک نکته‌های خیلی ریزی رو تو زنبورداری برای زمستون گذر رعایت کنن، چون که الان ما اول مهر، نزدیک اول مهر هستیم. حالا این ویدیو ایشالله زودتر انتشار پیدا میکنه، نزدیک اول مهر هستیم. نکته مهم زنبورداری اینه که شما اگه اونایی که میدونن کامنت بذارن که چی اولین کاری که میکنیم برای زنبورداری برای اول مهر. آخه فشرده سازی، اولین کاری که میکنیم بچه‌ها فشرده سازی میکنیم. بذار من معنی فشرده سازی رو بگم. فشرده سازی یعنی قاب‌های اضافه داخل کلونی رو برمی‌داریم، مثل اینا کنیم. مثلا این دو طبق بوده، قاب‌های اضافی رو برداشتیم و زنبور رو نگاه کنیم تا کجا فشرده سازی کردیم، تا جایی که آخرین قاب هم روش زنبور باشه. اوکی، اینی میگم فشرده سازی. بعد از فشرده سازی چیکار میکنیم؟ بچه خیلی نکته مهم اینجاست، بعد از فشرده سازی نکته مهمش اینه که شما باید حتما زنبوراتون رو کنه کشی کنید. کنه چیه؟ چجوری کنه کشی میکنیم؟ و همه این داستان تو ویدئوهای قبلی هست، یعنی اگه تازه اومدی به جمع ما میتونی بری ویدئوهای قبلی رو نگاه کنی، هم کنه کشی توش هست، هم اصلا کنه واروها چیه و دشمن اصلی زنبور هست کنه واروست، بری کامل نگاه کنی. اونایی که با بچه‌ای که ما بودن میدونن چیکار کنن. چند تا روش گفتیم، با اسید اگزولیک گفتیم، با وارمیتا سمی گفتیم، با مایات هم گفتیم، نه یه دونه ویدیو برای مایات هم گفتیم و خیلی دیگه، خیلی ویدیو گفتیم و ازتون میخوام که برید حتما نگاه کنید، خیلی مهمه. کنه کشی که انجام دادیم، بچه‌ای تازه داریم ویدیو رو می‌بینیم، اگه کنه کشی نکردیم باید زنبوراتون رو تمیز و درست و اصولی بذار بگم. یه نکته خیلی مهمی تو کنه کشی هستش این که شما هر دارویی که مصرف می‌کنید تو زنبورستانتون باید دوره کاملش رو استفاده کنید. حواستون باشه دوره کامل کنه کشیتون رو استفاده کنید. بعد از این چیکار می‌کنیم آقا؟ آقا هم شما دید. بعد از این دیگه باید شروع کنیم به تغذیه کلونیا. آره آقا، اصلا بحث تغذیه بحث یه خیلی داستان عجیب غریب و پیچیده ایه که باید حتما انجام بشه. شما باید میخواید توضیحشو بده باید چون بحث تغذیه شو که باید توی ویدیوی زنبورسازی کامل داره راجبش صحبت میکنیم، ولی اینجا هم یه کوچولو راجبش میگیم که تغذیه زنبورا رو باید از شربت و کیکی گرده واسه زنبورسازی شروع کنیم. البته طبق گفته آقای احسان بعد از گزینه مهمش مثل فشرده سازی و کنه کشی. آره. که الان دارین یه مدلشو میبینید کامل اینجا. خب بچه ها نگونین، زنبورها برای پیشرفت کلونی به دو تا عامل بستگی داره، به غیر از اون فشرده سازی و اون کنه کشی، اینا دو تا عامل توی تغذیه مهمه، پروتئین، کربوهیدرات. خب ما پروتئین رو چجوری به زنبورا بدیم؟ ما که نمیتونیم، ما خودمون گوشت میخوریم، پروتئین به دست میاریم برای بدنمون، برای عضله سازیمون. زنبورا با چیکار کنن برای این عضله سازیشون؟ عضله سازی احتیاج نداره، اونها احتیاج دارن که پروتئین رو بخورن
تا بتونن به زنبوراشون، به بچه زنبوراشون، به لارواشون غذا برسونن. پس این پروتئین رو باید چجوری به دست بیارن؟ یا باید تو طبیعت با گرده بیاد وارد کلونی بشه، که اگه نباشه تو منطقتون کم باشه، برای مازاد این کار مجبورین شما کیک گرده درست کنید. ویدئوی کیک گرده هست تو کانال، بازم مثل همیشه برین نگاه کنید. اونایی که تازه اومدن حتما برن نگاه کنن، اونایی بچه‌ای که هستن میدونن. برای کربوهیدرات که این دوتاست، باید از شربت استفاده کنیم. بازم ویدئوی شربت تو کانال هست، انقدر که ویدئو ما درست کنیم همش هست، شما میتونید برید نگاه کنید اصلا شربت چیه، چجوری درست میکنن و این داستانش. و شما باید به صورت روتین هر دو روز سه روز یک بار زنبورا رو زنبورا رو شربت تغذیه‌ای چیکار کنین؟ تغذیه کنید. تغذیه کنید تا زنبورا غذای مورد نیازشون رو پیدا کنن، یه زنبورسازی بشه، یه تخم‌ریزی درستی انجام بشه تا زنبورها بتونن تولید مثل کنن، رشد کنن و تعدادشون زیاد بشه تا بتونن یک زمستون گذرانی عالی رو داشته باشن. فکر میکنم برای بچه‌هایی که تازه اومدن کلی نکات مهم و قشنگ و خفن تو ویدیو بوده که باید این روتین رو رعایت کنن. بچه‌ای که قدیم هستن هم یادشون نره، باید حتما تغذیه یادشون نره، فکر نکنن تموم شده زنبورداری. از الان زنبورداری سال بعد شما شروع شده، شما باید با تمام توان تلاش کنید و زنبورهای قوی بسازید. من هم شربت می‌ریزم برای بچه زنبورو بخوریم. این هم از شربت تا بتونین یه زنبورهای خفنی و تولید کنید که برای زمستون گذرانی و بهار سال آینده بهترین زنبورا رو داشته باشین. نکته ای باشه، سوالی باشه، تو کامنت ها برامون بنویسید تا ما براش ویدیو بسازیم. خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم، خیلی باحالید.